سلام و سلام و صبح بخیر به تمام هموطنان عزیزم و تمام طرفداران دوستداران عزیزم که روی صفحه من در این صبحگاهی لایف هستن، یعنی در اینستاگرام هستن. به همه تان خوش آمدید میگم. خدا کنه که صبح خوبی را آغاز کرده باشن. البته میفهم که بسیار سحر است، البته تقریبا فنلاندم خب بنون ساعت هست 4:50 اینا، هنوز فکر میکنم 5 صبح نشده، ساعت دقیق سعی نکردم که لایف اومدم، ولی به وقت افغانستان 1-2 ساعت فکر میکنم پیش باشه و به وقت آلمان 1 ساعت 1.5 ساعت فکر میکنم که عقب باشه. خدا کنه که حال همه تان خوب باشم، صبح به خوبی و خوشی آغاز کرده باشه. نام خدا سحرخیز هستین. من این شب اگرم که خواب نداشتم به خاطر ای که اما در که میبینین من فعلا در حال حاضر، البته خب تصویر باش بچرخونم که شما ببینین من کجا هستم، کما بیش شاید که براتون مشخص باشه. بله، در میدان هوایی هستم، در میدان هوایی فنلند هلسینکی، و دیگه تا 1.5 ساعت دیگر پرواز دارم به منشن به آلمان و بعد از منشن هم به اشتوتگارت. همانطور که شما دوستان عزیز خبر دارین به تاریخ 22 که تقریبا برابر با سال نو دقیق آلا نمیفهم، اما 22 مارس کانسرت دارم همراه دوستای خوبه، منتظرتان هستم، خصوصا کسانی که از شهر اشتوتگارت هستن یا از نزدیکای شهر اشتوتگارت منشن و یا شهرهایی که نزدیک است به اشتوتگارت. خوشحال میشم که تشریف بیارن، خوشحال میشم که هموطنان عزیز من در کانسرت ببینم. و دیگه امشب هم نخوابیدم، بسیار زیاد هیجان داشتم، آمادگی گرفتم به خاطر ای که تا 1.5 ساعت دیگه ای که قرار است سوار هواپیما بشم. و باش که ببینم میکنم که تصویر چرا. بله، دفوکس شد تصویر. و دیگه آمادگی گرفتم، آماده شدم، میدان هوایی آمدم و بسیار زیاد هیجان دارم، بسیار زیاد خوش هستم که بعد از مدت های بسیار زیادی قرار است که باز هم با هموطنان عزیزم باشم و این بارم برای اولین بار در شهر اشتوتگارت که قرار است برای هموطنان عزیزم کنسرت داشته باشم، آهنگای ما اجرا کنم. خدا کنه که تمام عزیزانی که در شهر اشتوتگارت یا نزدیکای شهر اشتوتگارت زندگی میکنن، به هر شهری که هستن تشریف بیارن. ما تقریبا 3 ماه هست که آمادگی یک کنسرت گرفتیم و خوشحال هستم از اینکه مرا دعوت کردن به شهر اشتوتگارت از طریق تیم هنری فرهنگی وان استار انترتینمنت که همراه من هماهنگ شدم و در این کنسرت هم دوستای دیگری هم هست که قرار است که در کنسرت همراه من باشن. ولی خب من خوش میشم و تقاضا میکنم از تمام دوستان، از تمام هموطنانی که در شهر اشتوتگارت هستن فراموش نکنن، از یاد نبرن و بیاین امرای ما. و من هم همطور که برای شما هموطنان عزیزم تلاش میکنم، کوشش میکنم، دوست دارم واقعا آهنگای ما بخونم، دوست دارم که بتونم یک چند ساعتی را اگر که بروی استیج می باشم و از فنلند دارم میایم، میخوام که یک چند لحظه، یک روز، یک شبی را، حداقل یک شب پرخاطره و خوب و خوشی را برای شما عزیزان پشت سر بگذارم و همراه شما عزیزان باشم. از این خاطر مرا تنها نذارین و با طرفداری، با ساپورت، با حمایت شما هموطنان بوده که من تصمیم گرفتم و با تقاضای دوستای شهر اشتوتگارت بودن که تصمیم گرفتن و مرا دعوت کردن. از خاطر واقعا بی‌صبرانه منتظر هستم و دوست دارم که هموطنان ما در کنسرت ببینم. بر ما فرق نمیکنه که تعداد هموطنانم کم باشه یا زیاد باشه، هر اندازه‌ای که تعداد هموطنان عزیزم باشه، همه‌شون رو دوست دارم، به همه‌شون احترام دارم و برای من افتخار هست چه یک هموطن ما باشه در کنسرت، چه 10، چه 100 و چه 1000 و چه قدر بیشتر باشه. به هر صورت به حمایت شما عزیزان من نیازمند هستم و همونطور که از روی صفحات اجتماعی، همونطور که در طول این چند سال مرا حمایت کردین، آهنگای ما شنیدین، ویدیو کلیپ‌های ما دیدین، از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب مرا حمایت کردین، پیامک های زیبایتان همیشه برای ما فرستادین و ارسال کردین، همه دارم دوست دارم که در کنسرت هم ببینم. البته باز هم میرم میفهمم که
در کم من نمیفهم آمار ندارم که چقدر اصلا وطنان ما در شهر اشتوتگارت زندگی میکنن، ولی ایرم همگی آگاه هستن که تمام طرفدارای ما یا تمام دوستداران ما، تمام هموطنان ما در شهر اشتوتگارت فقط نیستن. و تا جایی که میخواستم یک یادآوری کنم که البته ببخشین فکر میکنم یکم که آلرژی دارم به هوا، تا جایی که من متوجه شدم البته در شهر اشتوتگارت چند کانسرت دیگه، فکر میکنم به همون شبی که من کانسرت دارم این کانسرت هم هسته، ولی خوش میشم که تنها نگذارین در کانسرت بیاین. کانسرت هم فکر میکنم که از دوستان ایرانی ما هستن که از خواننده‌هایشون فکر میکنم کانسرت داشته باشن، ولی خب ما هم چه ما باشم چه تیم هنری مردم شهر اشتوتگارت باشه، به هر صورت برای تمام مردم عامی که در این شهر زندگی میکنن آمادگی گرفتن و میخوان که یک شب خوب و خوش و نافراموش شدنی رو برای شما عزیزان بگذارن. و من هم که در این اول صبح لایو اومدم، البته میفهمم که زود هستم، میفهمم که بسیاری از هموطنان هستن، دوست دارم، طرفدارایم خواب هستن و ببخشین خواب هستن و در لایو نیستن. به هر صورت من خواستم قبل از اینکه من پرواز داشته باشم به آلمان و تا اینترنت من قطع نشده یا داخل هواپیما من ننشستم، خواستم که لایو بیایم پیامم برای شما برسانم و عزیزانی که باز از خواب بیدار میشن و صفحه من سر میزنن و حالا میخواین که مثلا بازدید کنن، خواستم که پیام لایو برای شما عزیزان بگذارم ببینین. اگر که خبر نداشتین یا اگر که متوجه نشدین، به هر صورت پوستر ما براتون به اشتراک گذاشتیم و به 22 مارچ از طرف شب، یعنی از ساعت 6 شام تا ساعت 12 شام کنسرت هستم، منتظرتان هستم، تشریف بیارین و خوشحال میشم که مرا تنها نگذارین. آهنگای ما براتون اجرا میکنم، سورپرایز هم دارم، البته خب سه آهنگ جدید ما آماده کردیم و ببینیم که دیده با حال هوای کنسرت اگر که شد سعی میکنم که یکی از آهنگای جدید ما در کنسرت اجرا کنم. و تشکر میکنم از تمام پیام های گرم و زیبا و پر انرژیتان که همیشه لطف کردن برای ما فرستادن، ارسال کردن، همیشه پیام‌های دانه دریافت کردیم، همیشه سپاسگزار هستم از تمام پیام‌های پر محبت شما عزیزان. البته گفتنی خب زیاد هست تا اینکه من اشتوتگارت برسم و بعد اینترنت موبایل من فعال کنم و باز بتونم که تقریبا دقیقه به دقیقه نه، البته در وسط روز یا در جریان روز که ببخشن یک لحظه من ساعت رو ببینم، بله 56 دقیقه به وقت فنلند. خب البته خب من وقت دارم و چی داشتم میگفتم فراموش کردم، در جریان روز باز شما را آگاه میسازم، امکان داره که صحبت هایی داشته باشیم همراه دوستان عزیز، با سعی میکنم که حتما لایو بیایم و باز شما عزیزان در جریان بگذارم. اگر لایو هم نیومدم سعی میکنم با حالت تصویری پر ویدیوی کوتاه یا عکس به هر صورت بتونم شما عزیزان هم با خبر بسازم. میبینید تا سراغ پیام ها ببینیم که در اول صبح دوستان شما چی نوشته کردن برای من. من خب خدا رو شکر سر حال هستم، خوب هستم و با یک احساس خوب خواستم که صبح من روز من آغاز کنم. خدا کنه که شما همینطور باشن، حداقل اگر که از خواب برمیخیزن و بلند میشین با دشنام نه بلکه با نام خدا، با توکل به خدا و با یک کلمه خوش که بتونن روزتون رو آغاز کنن و یک روزی که به زندگی خودتان میارن و یک خوشی که به زندگی خودتان میارن. یعنی فکر میکنم بسیار زیاد مهم است وقتی انسان از خواب بیدار میشه چقدر شاداب باشه، پر انرژی باشه، روحیه خوب داشته باشه و دید خوب و مثبتی داشته باشه که بتونه روز خود به خوبی خوش سپری کنه. فکر میکنم که تصویر من استاپ کرده بود، درست است؟ شما تصویر من دارین؟ صحبت صدای من را میشنوین؟ بله صدای مرا اگر میشنوین لطفا یک پیام برای ما بگذارین که من مطمئن باشم.
یکی از دوستان امشب که تصویر هنگ کرده، اما نمیفهم که صدای من رو دارین. جان رویا سلامت باشی، تشکر. نه رویا گفتم، اوریا 45 ببخشین. خب جان عزیز تشکر. پروانه جان افتخار افغانستان ما هستی، از خدا میخوام زیاد سال زنده باشی. مصطفی آندلاین براز تشکر. مصطفی جان سلامت باشی، خدا کنه که همچنین همراه فامیل محترم هم خودت هم در هر جا که زندگی میکنی یک زندگی خوب و خوشی داشته باشی و در تمام هدفهای زندگیت موفق باشید. سلامت باشی از اینکه اقدر زیبا یک پیام، یک انرژی خوب و مثبت رو به من دادین. سلام 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 به همه که تازه از خواب بیدار شدن و البته خب وقت دارم یکم اکی صحبت بکنم همراهیتان. فقط یک دفعه از پرواز نمانم که گیت پشت سر من هسته و یک لحظه من یک نگاه بندازم. بله آمادگی گرفته شد دیگه و نفر ها آمدن دیگه، فکر میکنم که حالا با تکت ها رو چک میکنم و کم کم دیگه تا چند لحظه دیگه وقتی میرسته که باید سوار هواپیما شوم. تشکر، من خوب هستم، خدا کنه که شما هم خوب باشین. مقبولی از خودتان هسته، چشمایتان قلبتان مقبول هسته که مراقدر به من انرژی خوب بینید. پروانه جان خوب هستی، سال نو را برای تبریک میگم. تشکر دنیز حسینی عزیز، سلامت باشین. دنیز جان سال نو بر ما تبریک گفت و من هم از طرف خودم و هم دنیز جان و تمام هموطنان عزیزم پیش و پیش سال نو تبریک عرض میکنم. واقعا بسیار زیاد دوست داشتم که در افغانستان باشم، واقعا دوست داشتم که در برنامه ها اشتراک کنم. باز هم پیش و پیش سپاسگزار هستم از رسانه هایی که زنگ زدن، تماس گرفتن و خواستن که در برنامه های سال نو همراهشون باشم. متاسفانه به خاطر کنسرت امسال، به خاطر کنسرت افغانستان فعلا کنسل کردم و نتونستم که افغانستان برم، چون اگر افغانستان می آمدم نمیتونستم باز برنامه ایتر کنم بگیرم. امسال یکمکی استثناء، یکمکی از برنامه های داخلی وطن دور شدم، اما خوشحال هستم از اینکه خارج از کشور هم افغان ما هستم و ما نیاز داریم که بتانیم رویه همدیگر خوب کنیم، بتانیم به یکدیگه انرژی خوب بتیم، همدیگر رو حمایت کنیم و در هر جا که افغان ما هستن دست به یکی دست به دست بتیم. و امیدوارستم که یک سال نو بسیار خوب و خوش در هر جای دنیا که هستن داشته باشین، یک سال پر برکت آغاز کنیم. برای همتون خوبی و خوشی و از خداوند آرزومند هستم و امیدوارستم که یک صلح و آرامش واقعا برای مملکت ما بیاید. البته که میفهمم که این مشکلات و جنجال ها به این آسانی تمام نمیشه، ولی باز هم توکل به خدا و امیدوار هستم، دعا میکنم که عزیزانی که در مشکلاتی که زندگی میکنن، در شرایط هایی که هستن، حداقل مشکلاتشان کم بشه، کم زندگیشان آرام تر بشه و یک لبخند، یک خوشی برای تمام هموطنان ما که داخل افغانستان هست با یک سال با آغاز سال جدید برایشان فراهم بشه. یکی از هموطنان نشان دکتر ابراهیم فرهادی، سلام عزیز دلم، سلام صبح شما بخیر، صبح شما بخیر، انشالله که کنسرت خوبی داشته باشی، سلامت باشی، انشالله که ارجا باشن پیروز باشن. تشکر عزیز دلم، دختر قهرمان ملی کشور هستم. یس تشکر دکتر ابراهیم فرهادی عزیز، هر جا که هستن امیدوارم هستم که شما هم خوب باشن، شما هم موفق باشن، همراه تمام تلاش هایی که در زندگی دارن برای مردمتان و برای تمام در هر جایی که زندگی میکنن فرق نمیکنه، انسانیت خوش شرط اول است و وقتی که انسان دکتر میباشه واقعا یک قلب دل بسیار کلان میداشته باشه. من خودم خب واقعا بسیار نمیگم ضعیف، ولی احساسی و عاطفی هستم، اما اشخاصی که دکتر میشن واقعا در هر جای دنیا که هستن، در هر جامعه که هستن، واقعا یک دل کلان دارن، یک صبر که خداوند برشان میده که میتونن در هر حالت یک بنده یک بنده‌ای که اگر مریض نباشه بتونن تداوی کنن، بتونن جانشون رو دوباره برشان ببخشن. یعنی که خدای نکرده اگر در
حادثه بسیار خطرناک می باشه یا دچار کدام مریضی می باشه. همین دکترای عزیزی هستن که همشون زحمت می کشن و تداوی می کنن و دوباره یک روحی خوب و پر انرژی رو به انسان می بخشن. سلامت باشین، خدا کنه که خب دیگه باش که یک چند پیام دیگه از شما ایزان به خانش میگیرم و ببینیم که دوستا چی نوشته کردن. حاجی دل شکسته، حاجی جان چرا دلت شکسته؟ سلامت باشین، تشکر از که شما طرفدار هستین، زنده باشین. و از تهران هم که دیدم یکی از دوستا پیام گذاشته بودن، نامشان تیر شد، به هر صورت وقتتان رو نمیگیرم دوستداران عزیز، طرفداران عزیز. و با اجازه من یک نگاه دیگه میندازم که من از پرواز نمانم. بله هنوز شروع نشده ولی خب تو چند لحظه دیگر شروع میشه و واقعا گفتنی ها خود زیاد هست ولی اول صبح همه گی تازه از خواب بیدار شده. مرا میگین که از دوستان نوشته میگه چطور تالر بیدار هستم، یعنی من نخوابیدم. شما چطور بیدار هستین ده اول صبح؟ یعنی شما هم نخوابیدین؟ خب بهجان قندل شیرین، آهنگ جدید تو خیلی زیاد خوشم میآید، دوستت دارم، دختر قهرمان میهنم. وای هموطن عزیز، چون نامتان N B underline M Z نمیفهم درست، به خاطر که رمزی نامتان نوشته کردی در اینستاگرام. تشکر. نوشته پروانه جان قندل شیرین، آهنگ جدید تو خیلی زیاد خوشم میآید، دوستت دارم، دختر قهرمان میهن. سلامت باشی هموطن عزیز، هر جا که هستی. من هم برای تمام هموطنانم همیشه آرزوی موفقیت کردم، همیشه آرزوی سربلندی داشتم، واقعا هیچ وقت دل و دیانت ما بد نکرده نسبت به هیچ کسی که چه در صفحات مجازی اگر دشنم دادن، ناراحت خواستن مرا بکنن، اگر پشت سرم حرف زدن یا خواستن که مرا جگرخون بسازن، و چه در زندگی عادی تمام اشخاصی که در اطرافم زندگی میکنن، خداوند روزا نرسن که بخوای از من کسی ناراحت شو یا ما برنجانم، و هیچ وقتی کار را نکردم. اما من هم برای همه هموطنان عزیزم آرزوی پیروزی و سربلندی را دارم. و تشکر هموطن عزیز که اینقدر پیامک خوب و زیبا و پر انرژی را باز هم بر من اول صبح ارسال کردین. دنیز جان سلامت باشی، ممنون. اوکی، یکی از هموطنان از کانادا پیام گذاشتن، گفته که اینجا شب است و صبح نیست. از کانادا با از کانادا یا از استرالیا بود که قرار است یک تماسی آمد، تماسی داشتم چند روز پیش برای کنسرت. مطمئن باشم باز دربارش با شما صحبت میکنم حتما. نظیفه آندلاین مهدی عزیز نوشته که سلام پروانه جان، من در انگلند زندگی دارم، آیا کدام کنسرت نداری در آینده نزدیک؟ راستش ما با کریسمس کنسرت داشتم و متاسفانه دلیلش رو درست نفهمیدم، اما خب باز هم میدانم کنسرت کنسل شد و انشالله که حتما چرا نه. من دو سال پیشم فکر میکنم یا یک سال پیش، یک و نیم سال پیشم در لندن کنسرت فامیلی بود، کنسرت داشتم، بسیار خوب بسیار عالی پیش رفته بود، یعنی گذشت. و آدم اول صبح که میایی گپ میزنن کلمه هم از زبان آدم هم تو ناخودآگاه اشتباه میره که خدای نکرده کدام چیز دیگه نگویم، ولی انشالله بخیر چرا نه. خب
تشکر آریا حمیدی عزیز، صبح شما هم بخیر، سلامت باشین. فرمان جان از کجا به کجا میری؟ بابا من دارم میرم سراغ کانسرت، من دارم میرم اشوتگارد کانسرت دارم. هموطنان عزیز، کسانی که تازه به لایو ما آمدن، صبحتان بخیر. خدا کنه که صبح به خوبی خوشی آغاز کرده باشین و از خواب بیدار شده باشین. دوستان عزیز، در این اول صبح زیاد نمیخوایم گپ بزنم، فکر میکنم که کفایت کرد. شما عزیزان متوجه شدن ما گفتنی های ما براتان گفتم. دیگه منتظر بقیه صحبت ها باشن. خدا کنه که بتونم در کانسرتم یک رقم هماهنگ شوه که بتونم برای شما تصاویر بذارم، و اگر هم که نشد باز بعدا شب کانسرت سعی میکنم، یعنی بعد از کانسرت، تصویر برای شما در کانال یوتیوب خودم، به روی صفحه فیسبوکم یا در اینستاگرام بذارم. و شاید هم اصلا لایو از روی صفحه خودم تونستن که کسانی که نیستن در اشوتگارد تونستن که کانسرت ببینن. و هر صورت در تعقیب با ما باشین، همتون دوست دارم، پر انرژی باشین، روزتان خدا کنه که به خوبی خوشی آغاز کنین. برای من دعا کنین، سفر دارم و از همه مهمتر کانسرت دارم برای یکایی که هموطنان عزیزم که مقیم شهر اشوتگارد هستن یا مقیم آلمان هستن. امیدوارم که بتونم در دیگه کشورام کانسرت داشته باشم و روز به روز با حمایت و ساپورت شما بتونم که محکم و استوارتر روی پاهای خود ایستاد باشم و بتونم با حمایت شما بیشتر و بیشتر برای شما بخونم و بتونم لحظات خوب و شادی را، اگرچه که نمیدونم چقدر سریع، ولی خب به هر صورت تا جایی که نفس میکشم و زنده هستم و امکانات شد و شرایط پیش آمد، بتونم برای شما ایستام بخونم. و فراموش نکنیم منتظر جدیدترین آهنگای ما باشن که باز بعدن در لایف های بعدی بعد از کانسرت فرصت شوه لایف میایم و باز بیشتر براتون درباره آهنگای معلومات میدم و در جریان میذارم. تقریبا آهنگ خو آماده است، یگان دفعه دلم میشه که تو یگان تصویر کوتاه براتون بگیرم و بذارم. خب باز دلم اما تو چی میشه میگم باش یک سورپرایز کلان براتون داشته باشم، ولی باز سری مسئله صحبت میکنم. همه ایتون دوست دارم، بای بای، متوجه خودتون باشین.